برنامه را از استودیوی واشنگتن ادامه می دهیم. نیکلس هیسام، معاون منشی عمومی ملل متحد، دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان را بعد از بررسی بعضی از مراکز رای‌دهی خوب ارزیابی کرده است و اضافه کرد که این اولین بار در تاریخ افغانستان است که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود و این اولین دور انتقال صلح آمیز قدرت به رئیس جمهور منتخب آن کشور خواهد بود. آقای هیسام این روند را فرصتی برای مشاهده شجاعت مردم افغانستان که به گفته وی برای تعیین سرنوشت و آینده خود از طریق این پروسه دموکراتیک مبادرت ورزیدند. در حالی که مراکز رأی‌گیری در سرتاسر افغانستان مسدود شده است و شمارش آرا آغاز می‌گردد، حضور ناظران بین‌المللی و محلی در عرصه شفافیت این پروسه حیاتی ارزیابی می‌گردد. برای غور بیشتر روی این پروسه و دستاورد آن برای افغانستان به سراغ مهمان برنامه این ساعت در استودیو می‌رویم. آقای کای آیدا، نماینده ویژه و سابق ملل متحد در امور افغانستان با ما هستند. آقای آیدا سلام به شما، ممنون از اینکه وقت خود در این روز تاریخی در افغانستان در خدمت برنامه ما قرار دادین. امروز در حال دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان صورت میگیره که ناتو روی کاهش ماموریت نظامی خود در افغانستان خبر داده. فکر میکنید این موضوع چه واکنشی را در قبال حمایت جامعه جهانی از افغانستان بر خود بر جای میگذاره؟ ما از اول به چیزی که بگذره جای بسیار خوشی است برای ما و جای بسیار قناعت و انتخابات بسیار به شکل مصلحانه به پیش میره و در بعض جاها شاید مردم زیاد نبودن، اما این متوقع بود. اما ما به تمامشان تبریک میگویم که این انتخابات بسیار منظم بود، از طرف افغانا بود تمامشان و مردم خیلی زیاد در بار اول انتخابات آمد و این قابل تحسین است و در این مومنت، در این لحظه برای افغان مردم افغانستان تعهد میکنیم و اونا رو باید حمایت شوند. خب انتخابات پایان پذیرفت، قدم بعدی اعلام نتایج است. فکر میکنید چقدر مهم است که مردم افغانستان نتایج این انتخابات را مشروع تلقی کنند و دو کاندید در این زمان نیست؟ و فکر میکنید آیا بجا باشه که کاندیدی که در این انتخابات شکست میخوره در ساختار حکومت آینده شامل باشه؟ من فکر میکنم که این خیلی زیاد مهم است که دو نفر اگر نتیجه مناقشه آمیز نباشه، اما نتیجه که کامیاب باشه برای ثبات افغانستان خیلی مهم است و نتیجه خواهد باشه که از طرف یک نفر هم اختلاف نظر و منازعه نباشه و این برای مشروعیت حکومت جدید و یا جمهوری جدید و به ثبات این مملکت خیلی مهم است. و این که رئیس جمهور جدید با کاندید دیگه یک جا میشه یا نمیشه در تشکیل حکومت نوین، اما ما فکر میکنم که خیلی خوب است که یک اپوزیسیون قوی موجود باشه، یک هر دوشان بر یک هدف کار کنند و افراد نخبه و گزیده مملکت به یک طرف یک حس وحدت ملی به میان باران و در حکومت ما فکر میکنیم که بسیار مهم است. بله، شما تجربه کار با حکومت آقای کرزی در اوایل 2000 در اواخر 2000 داشتین و در کتاب خود در برخی از موارد مثل فساد اداری شما حکومت افغانستان را متهم دانستین. فکر میکنین میراث آقای کرزی در حالی که در روزهای آخر اقتدار خود در افغانستان به سر میبره برای جهانیان چی باشه؟ از اول ما فکر میکنیم چیزی که اینا میگن درست نیست. ما سر کرزی بسیار انتقاد کردیم، از طرف جامعه بین‌المللی بسیار انتقاد شدید میکردم که از طرف جامعه بین‌المللی که و این بعد از هر چند ماه این مسئله به گوش مردم میرسید که ما سر بعض مسائل انتقاد میکنیم و برای بهبودش کوشش میکنیم. که اما ای که میراث خاقل کرزی چطور باشه، اما او یک شخص تاریخی است اولیست، که دومیست که ما او را به حیث یک کسی میشناسم که وحدت ملی را در افغانستان یا به اتفاق یاران مردم را جمع‌آوری کرده. ما او را به حیث یک اصلاح طلب تلقی میکنم که
و ما فکر میکنم که یا آرزو میکنم که برای زو مردم ایره یک پاداش بتن برش. کسی بود که اصلاحات می آورد، کسی بود که مردم را به اتفاق آرا جمع میکرد، اما بدبختانه صلح و مصالحه را در افغانستان به میان آورد نتانست که طالبان را به یک مصالحه قانع بسازه. خب در کتابتان شما سال 2014 هم روی خروج کامل عساکر ماربوی خارجی از افغانستان و همچنین کاهش امداد مهم ارزیابی کردیم. فکر میگیم بر اساس این موضوعات پایاریتی و اولویت رئیس جمهور تازه باید چی باشه؟ ما فکر میکنیم که وقتی که نتایج ما ببینیم چندین مورد امتحان و آزمون قرار خواهد گرفت، اما وقتی که مردم بیانیه رئیس جمهوری جدید بشنوند، مردم او را بسیار به دقت گوش میگیره که چی میگه. این یک پاداش حکومت میباشه که حکومت یک حس وحدت ملی را نمایندگی میکند پیشش و همین برای جامعه بین‌المللی هم بسیار مهم است و من آرزو میکنم که جامعه بین‌المللی افغانستان را ترک نکنه. مثل که من قبلا گفتم، من قبلا مایوس بودم به خاطر بیرون رفتن قوا، مایوس بودم. ممنون از حضورتان آقای عیدت، تشکر از اینکه تحلیل را در مورد ارائه دادین. تشکر.